خانومم چطوری؟ خیلی خوشحالم. از چیزی که فکر میکردم خیلی قشنگتر بود. یعنی فکر نمیکردی اینطوری باشه؟ خب بعد از این همه انتظار اما ارزششو داشت مگه نه؟ معلومه که داشت. و تا آخر زندگی خوشبخت خواهیم بود. یه لحظه شروع نشده داستان زندگیمونو به پایان رسوندی؟ آره، چون میخوام تا آخر عمر با تو باشم. نمیدونم تو چی فکر کردی، ولی من دلم میخواد تا آخر عمرم همینجوری عاشقانه زندگی کنیم و با هم پیر بشی. آه بی خیال دنیز، اینقدر به کلیشه‌های رمانتیک فکر نکن دیگه. ما قراره با هم تجربه های زیادی داشته باشیم. از الان نمیخوام به پیر شدن فکر کنم. یعنی قسمت های بعدی چی میشه؟ یه بابای خوشحال دخترشو بغل میگیره و لذت میبره. وایسا ببینم، چرا داری واسه خودت خیال بافی میکنی؟ شایدم مثل باباش یه پسر مومشکی و خیلی خوشقلب و شیطون باشه. یا شاید یه دختر مثل مامانش خوشخنده و زیبا و با یه قلب پاک و مهربون. اما اگه پسر باشه چی؟ یه لحظه صبر کن ببینم. ما داریم برای بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده با هم دعوا میکنیم. آره؟ آره انگار همینطوره. دختر و پسرش اصلا برام مهم نیست. مهم اینه که اون بچه بخشی از وجود توه. بهتره بگیم بخشی از وجود هر دوتامون. مثلا صداقتش به باباش بره، زود دلخور شدنش. پس لجبازی های مامانش چی؟ سختگیری های علکیش چی؟ صبر کن ببینم، دو دقیقی منو به بچت فروختی. دنیز من میخوام یه خانواده بزرگ داشته باشم. مثلا 5-6 تا بچه داشته باشیم. مثل خانواده خودت؟ آره خب اینم میشه، اما خانواده خودم فرق میکنن. زن و بچه های خودم، اولین خانواده من شمایی. پس قول بده از قسمت اول زندگیمون تا آخرش کنار هم بمونی. قول میدم. دنیز خیلی برام با ارزشی، میدونستی؟ تو معنای زندگی من هستی. نمیدونم چه اتفاقاتی منتظرمونه، نمیدونم قراره چه تلخی و شیرینیایی رو تجربه کنیم. هیچی نمیدونم، اما یه چیز رو خیلی خوب میدونم، اونم اینه که من خیلی دوستت دارم. منم همینطور عزیزم. قلب من تا آخر عمرم فقط به خاطر تو میتپه. خیلی دوستت دارم. منم دوستت دارم دنیز. نه خدایا، هم کنار همان هم میخوان عشقشون اعلام کنن. این لعنت به تو. این صدای چی بود؟ کسی پشت دره؟ نمیدونم. من برم ببینم کیه. آی من چی کار کردم؟ اینجا که کسی نیست، پس صدای چی بود؟ بیخیال. کی بود عزیزم؟ کسی نبود جانم. به هر حال داشتیم چی میگفتیم؟ آف! اینام دارن دیگه شورشو در میارن، خجالتم نمیکشن. آی چنار، چنار چرا این کارا رو با من میکنی؟ داخل چرا منو نمیبینی؟ چرا؟ اوز تو گفتی کار خیر؟ چه کار خیری؟ واضح حرف بزن. من دخترتو میخوام، میخوام باش ازدواج کنم. ول کن تو رو خدا اوز، چرت و پرت نگو. چرا؟ من قبلا بهت گفته بودم، اما گفتی دخترم کوچیکه و میخواد درسشو بخونه. خب حالا که چی؟
خب راستش منم همونطور که گفتین این همه مدت صبر کردم. اون دیگه کوچیک نیست، بزرگ شده و سر کار میره. آفرین، خودت جواب تو دادی. اویکو دیگه کوچیک نیست. این موضوعی نیست که ما براش تصمیم بگیریم. اون بزرگ شده و خودش واسه زندگیش تصمیم میگیره. فهمیدی؟ باشه فهمیدم. اما میشه یه بار باهاش حرف بزنی؟ ولش کن اوز، من دیگه باید برم. یه کاری هست که باید انجامش بدم. داداش داشتیم صحبت میکردیم، من هنوز حرفم تموم نشده. ببین اوز، دیگه حرفی واسه گفتن نیست فعلا. من میرم. اینطوری که نمیشه داداش. این چه وضعشه؟ از بس فکر کردم خسته شدم. انگار مرت کم بود که این اوزم بهش اضافه شد. آه یالچین، چطور تونستی این کارو با من بکنی؟ چطور از من میگذری؟ الان باید چی کار کنم؟ همه این نقشه هم خراب شد. این دیگه کیه؟ نه بابا، فکر نکنم آهو باشه. اومدم. یالچین، تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا دیگه نمیخوای منو ببینی؟ یالچین بسه دیگه، من نمیخوام بیشتر از این ناراحت بشم. عشقم، من خیلی پشیمونم، بهت قول میدم واسه جبران کنم. تو رو خدا منو ببخش. عزیزم، ازت معذرت میخوام. من بدون تو نمیتونم. از همون اولم رفتنم از پیش تو یه اشتباه بزرگ بود. نتونستم دوری تو تحمل کنم. میدونی چقدر منو ناراحت کردی؟ میدونی چقدر گریه کردم؟ چطور میتونم ببخشمت؟ عشقم بهت قول میدم. نگران نباش، من اشتباه تو رو تکرار نمی کنم. چون اینقدر به عشقمون باور دارم که هیچ وقت عقب نمی کشم. خیالت از این بابت راحت. یعنی منو بخشید یاره؟ معلومه بخشیدم. من چطور میتونم تو رو نبخشم؟ میدونستم نمیتونی. از من منصرف بشی، منم هیچ وقت ازت دست نمیکشم. لطفاً دیگه تنهام نذار. بهت قول میدم عشقم، از این به بعد جای من فقط کنار توه. لیلا خانم، یعنی من واقعا معذرت میخوام، همینجوری سر زده اومدم مزاحمتون شدم. من اومده بودم در مورد اون موضوع باهاتون صحبت کنم. منشیتون گفت شما تو اتاقتونین، منم اومدم تو. اشکالی نداره، اما اگه میخواین من میتونم برم یه وقت دیگه بیام. واقعا ببخشین. خواهش میکنم بمونید. باشه چشم. میخواین برم بگم براتون یه لیوان آب بیارن؟ چون انگار حالتون خوب نیست هستن، اینجوری شاید کم آروم بشین. نه لازم نیست، من خوبم. خب من نمیتونم اینجوری راحت ببینمتون که. اگه کمکی از من برمیاد؟ نه، یه مشکل خانوادگیه. که اینطور؟ امیدوارم موضوع سلامتی نباشه. نه مسئله پسرمه. پس حق دارین. بچه بزرگ کردن کار سختیه. آدم وقتی کوچیکه دوست داره همش زودتر بزرگ بشه، رو پای خودش وایسه، اما نمیدونه که مشکلاتم داره پا به پاش بزرگ میشه. مگه شما هم بچه دارین؟ داشتم، دخترم از دست دادم. آخه این زن چطور میتونه انقدر پست بشه منو بندازه زندون؟ حتما یه غلطایی کرده که اینجوری میترسه.
زنی که پر رو باش، پول داده یکی دیگر را جای دخترم فرستاده تا من فکر کنم این دخترمه؟ فکر کرده من گول میخورم. شایدم این زنی که شیطون صفت دخترم را کشته باشه. هر کاری از دستش برمیاد. خدا رو شکر آقا تکین من از زندان آزاد کرد. حالا میتونم انتقاممو بگیرم ازش. از این به بعد همه چیز طبق میل من میشه. اما ای کاش زنده بود. ای کاش میتونستم بغلش کنم. موهاشو نوازش میکردم. کاش میبود. با شیطونیاش ناراحتم میکرد. واقعا نمیتونم نبودنشو تحمل کنم. لیلا خانم، شما واقعا خیلی خوش شانسین. حداقل میتونین پسرتون رو بغل کنین. واقعا معذرت میخوام، شمارم ناراحت کردم. نه، نمیخواد معذرت خواهی کنیم. اینقدر درد دوری از بچه‌م رو تحمل کردم و زرج کشیدم که صحبت کردن با کسی حالم خوب میکنه. ممنونم واقعا. خواهش میکنم. واقعا حالتون خوبه؟ خوب میشم. خوب میشم. فقط میشه در مورد اون مسئله یه روز دیگه با هم صحبت کنیم؟ نمیخوام بیشتر از این شما رو ناراحت کنم. با اجازتون. ممنون که اومدین. روز بخیر لیلا خانم. روز بخیر. خیلی دلم واسه تنگ شده بود. منم همینطور. دیگه تنهام نذار. یعنی میگی از پیشت نرم؟ آره خب، مگه چیه؟ میتونی همینجا بمونی؟ یعنی میتونم امشب اینجا بمونم؟ یالچین، این چه حرفیه؟ من که دوست دارم برای همیشه بمونی. اگه قیامتم بشه مهم نیست. دقیقا همینطوره. هرچند ما وقتی پا تو این راه گذاشتیم میدونستیم آخرش چی میشه. آره خب، میدونی چیه؟ این بار اصلا نمیترسم، چون الان این تنها چیزیه که دلم میخواد انجامش بدم. این زندگی خودته و فقط خودت میتونی در موردش تصمیم بگیری. میتونی خوشبختی تو به دست بیاری. پس یعنی جای درستی اومده؟ دقیقا همینطوره. چنار، از همون گلایی که دوست داره. باش، پس شما خودتون یه جوری حلش کنید. باشه، خیلی ممنون، خداحافظ. صبح خیر عزیزم. صبح خیر عشق خوشگلم. فکر کردم بدون خداحافظی رفتی. به هیچ وجه، هیچ وقت نمیتونم تو رو ندیده برم، نگران نباش. ای کاش همیشه کنارم بودی، اصلا سر کار نمی رفتی. عزیزم، منم میخوام کنارت باشم، اما بابا فهمی نیاز داره، میدونی که. داشتی با کی حرف میزدی؟ از شرکت بود؟ مشکلی پیش اومده؟ نه، از شرکت نبود. پس کی بود؟ یکی بود دیگه. بگو دیگه چنار. نمیتونم بگم، سورپرایزه.
چنا رو اذیت نکن، بگو. نمیتونم بگم. تو بازم داری یه چیزی رو قایم میکنی مگه نه؟ بگو دیگه. فقط میتونم بگم که وقتی که بفهمی از هیجان بغلم میکنی و میگی تو چقدر آدم فوق‌العاده‌ای هستی چنار، حتی شاید از هیجان قش کنی. چنار منو نگران نکن، بگو دیگه. میگم نمیتونم بگم. خب حداقل یه کمیشو بگو. نمیتونم. لجباز، زشت. هر کاری هم که بکنی دوستت دارم. منم دوستت دارم عشقم. قربان، آقا روحی اومده. ای بابا، چرا دم در نگهش داشتی؟ بیا تو، بیا. بفرمایید. بیا تو آقا روحی، بیا تو. آقا تکین، بعد از این همه سال باورم نمیشه بازم تونستم شما رو ببینم. بفرمایید، بشینید. بفرمایید آقا روحی، بگو ببینم کجا بودین همه مدت؟ بودیم دیگه همین دورو. بگم چای بیارن؟ زحمت نمیشه؟ نه بابا، چه زحمتی. دو تا چای برامون بیار. چشم آقا. خب بگو ببینم زندگی چطور پیش میره؟ زیر سایه شما خدا رو شکر همه چی خوبه. خواهش میکنم. اگه شما نبودین پسرم از اون باتلاق قمار بیرون نمی اومد. آره. شما بهش یه کار خوب دادین، گوششو کشیدین و نذاشتین دوباره بره سراغش. الانم خدا رو شکر کارش خوبه و حتی تونسته یه شعبه دیگه هم تو استانبول باز کنه و پیشرفت کرده. ماشاءالله، آفرین مهش، آفرین. خب بعضی وقتا باید گوشه بچه ها رو یکم بکشید، چاره دیگه نیست. بله کاملا حق با شماست آقا تکین. الانم حتما داری به خودت فکر میکنی که آقا تکین بعد از این همه سال چرا خواستی بیام؟ آره دقیقا داشتم به همین فکر میکردم. پس اگه اینطوری منم فوری میرم سر اصل مطلب. کارم بهت گیر کرده آقا روحی، ولی چیزی که بهت میگم باید بین خودمون باشه. این چه حرفی آقا تکین؟ خودت که منو میشناسی، تا حالا شده همچین کاری بکنم؟ آره میدونم آقا روحی، میدونم. پس خوب گوش کن، حرفایی که الان میخوام بهت بزنم باید فردا به کسی که میخواد بیاد پیشت کلمه به کلماشو بهش بگی، باشه؟ آقا شوکت. ای وای، عجب گیری کردیم. حالا دیگه سلامان بهم نمیدی؟ ببین اوز، اصلا حوصله ندارم. سرت سلامت باشه آقا شوکت. چایی تازه دمه، صبونم که حاضره. بیا تو مهمون من باش. نه خیلی ممنون، من صابونه خوردم، دستت درد. به خدا نمیذارم چایی نخورده بری. ای بابا تو چرا نمیفهمی؟ من عجله دارم پسر، باید برم. آها چیزه آقا شوکت، یه سوال ازتون داشتم. خب چی بود؟ موضوع خواستگاری دیگه. ببین اوز، این کار بدون رضایت اویکو امکان نداره. اونم راضی آقا شوکت. چرا از اول نگفتی؟ کی باهاش حرف زدی؟ یه روز تو مسیر خونه دیدمش، همونجا باهاش حرف زدم، اینو به خودشم گفتم. ولی اویکو به ما چیزی نگفته. خب به تو گفت قبولت میکنه؟ نگفت قبول دارم، اما مخالفتم نکرد. استغفرالله. ببین اوز، من دیگه داره دیرم میشه، باید برم. یه لحظه، حداقل بگین که میتونم بمونم بگم که به آیسل خانم زنگ بزنه و ازش وقت بگیره برای خواستگاری ها، چی میشه؟ اینجوری که نمیشه اوز، فکر کردی به همین آسونیه؟ من اول باید برم با دخترم حرف بزنم. معذرت میخوام، اما به نظرم بهتره مامانم یه بار زنگ بزنه با آیسل خانم، اینجوری بهتر نیست؟ فکر کنم تنها چیزی که تو میخوای اینه که من اون اتوبوسو از دست بدم و دیرم بشه. من دیگه باید برم، خدافظ. ببین آقا شوکت، با ایکو و خاله آیسل حرف میزنین مگه نه؟ آره آره من رفتم، فعلا خدافظ. فکر کنم داره منو سر کار میذاره، بهتره به مامانم زنگ بزنم تا خودش با آیسل خانم صحبت کنه. آره فکر کنم اینجوری بهتره. سوزان. بله آهو خانم. تو آقا یالچینو ندیدی؟ دیشب که اومدن من ندیدمشون. آخر شب رفتن بیرون، به شما چیزی نگفتن؟ چرا، گفته بود احتمالاً تو شرکت همونجا خوابش برده. گفتم شاید صبح برای عوض کردن لباساش بیاد، اما انگار وقت نداشته و نیومده. خیلی خوب، تو به کارت برس. آدم عوضی، بازم نتونه سر حرفش وایسه. بودو بودو رفت پیش اون زنه. اجازه نمیدم منو ناراحت کنین. تاوان این کارتونو پس میدین. سلام سوزان. سلام آقا. کارت که تموم شد برام یه چایی بیار. چشم آقا، تو اتاق کارتون بیارم؟ آره یه کم کار دارم، بیارش همونجا. راه دیگه ای برام نذاشتی،
نمیشه. باید برای پاییز لباس بخرم واسه خودم. داری چی کار میکنی؟ دنیز تو کی اومدی تو؟ دزدکی را رفتن رو یاد گرفتی؟ آره؟ حتی اگه بعضی وقتا لازم باشه بال در میارم و پرواز میکنم. تو داشتی چی کار میکردی؟ نکنه لباس کارمندگی شرکت عوض شده ها؟ هیچی عزیزم، داشتم اینا رو یکم مرتب میکردم. ها یعنی به هم میریختی؟ آره؟ ببینم خانم، شما کاری جز دید زدن من نداری؟ نه، چون من هیچ وقت از دیدنت سیر نمیشم. وقتایی هم که کارای مخفیانه میکنی بیشتر دلم میخواد ببینمت عزیزم. الان میخوای به بهونه جواب دادن گوشیت در بیاری؟ عزیزم گوشیمو بده جواب بدم. دنیز. الو. عزیزم. باشه باشه، میشه یه لحظه صبر کنی؟ عزیزم، میگه کارایی که گفته بودین رو انجام دادم. تو چرا گوشی منو جواب میدی؟ شاید من نخوام تو بفهمی. چی رو از من قایم میکنی؟ دنیز از دست تو. الو. باشه باشه، من بهشون میگم. خیلی ازتون ممنونم. روز بخیر. خب حالا میگی چیه یا نه؟ دیدی نتونستی بفهمی؟ گوشیمو جواب دادی ولی بازم نتونستی بفهمی چیه. این یه سورپرایزه و باید صبر کنی. چنار بگو دیگه، به خدا قلقلکت میدم، اذیتت میکنم. باشه باشه، تو بردی. حاضر شو، باید بریم بیرون کار داریم. چه کاری ها؟ قبل محصل کلی کار برای انجام دادن داریم. حاضر شو تا دیرمون نشه. میخوایم بریم محصل؟ آره. میدونی کجا میخوایم بریم؟ کجا؟ مالدیو. داری جدی میگی؟ آره. واقعا چنار؟ یعنی واقعا ما اونجا؟ آره آره، میریم عزیزم. چنار خیلی ازت ممنونم. خواهش میکنم. عشق خوشگل من. اینجوری نمیشه آزگار، فهمیدی؟ من باید هرچه سریعتر یه کاری بکنم وگرنه ممکنه اونو از دست بدم. میدونم مرد، اما اون تصمیمشو گرفته. داره میگه نمیشه. میخوای چی کار کنی؟ نمیشه نداری مزگور، باید بشه. یه جوری پیشنهاد میکنم که نتونه رد کنه. این جمله منو یاد فیلمای قدیمی میندازه. بس کن تو رو خدا. خیلی خوب، باشه باشه. من دارم میگم میخوام همه یه جرأتمو جمع کنم و برم جلوی اویکو زانو بزنم و بهش پیشنهاد ازدواج بدم، اما تو داری بهم چی میگی؟ مرد، فکر نمی‌کنی یکم برای این کار زوده؟ نه خیلی خیلی هم دیر شده. مگه نمی‌بینی اویکو هر روز داره بیشتر ازم فاصله می‌گیره؟ مرت، من واقعا نمی‌فهمم وقتی اون داره میگه نه تو چطور انتظار داری بهت بگه بله؟ این دقیقاً همون لحظه‌ایه که من باید از هوش خودم استفاده کنم. می‌خوام یه کاری کنم که نتونه رد کنه. می‌خوام همه چیزو انقدر خوشگل و خاص بچینم که حتی نتونه به رد کردن فکرم کنه. نه نه، نمیشه داداش، من اصلا با این فکرت موافق نیستم. به نظر من صبر کن تا یکم آبا از آسیاب بیفته. اینجوری اویکو هم یکم آرومتر میشه، اون وقت میتونی راحت باهاش حرفاتو بزنی. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر اویکو خانم. میبینی حتی به هم نگاه هم نمیکنه. بعد تو میگی یکم دیگه هم صبر کنم؟ چقدر صبر کنم ها؟ هر روز داره بیشتر ازم دور میشه. وای، این خریدای خونم که اصلا خلاصی نداره. منتظر بود من برسم خونه. این دیگه کیه؟ وای، انشالله که خیره، شمارش که ناشناسه. یه بذار ببینم کیه. الو؟ الو، شما اصل خانم هستین؟ بله، شما کی هستین؟ من منورم، مادر اوز. اوز؟ کدوم اوز؟ همون پسر که تو قهوه خونه باقا شوکت کار میکنه دیگه. آها ببخشید، اصلا واسم حواس نمونده. خب چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه عزیزم، راستش من به خاطر دخترتون تماس گرفتم. دخترم؟ دخترم چه شده؟ راستش من و شوهرم برای یه کار خیر میخواییم بیاییم خونتون. منظورتون از کار خیر چیه؟ یعنی میخواییم امشب برای خواستگاری از دخترتون اویکو برای پسرمون اوز مزاحمتون بشیم، البته اگه وقت داشته باشین. نه الان خیلی زوده. خب اگه میخواین یه روز دیگه بیای. نه منور خانم، منظور من این نبود. راستش دخترم واسه ازدواج کردن خیلی کوچیکه. نه عزیزم، سن دخترت خیلی هم برای ازدواج مناسبه. الان هم سن و سالای اون بچه دارن و مسئولیت یه خانواده به دوششونه.
معذرت میخوام منور خانم، اما این زندگی دخترمه، باید خودش در این مورد تصمیم بگیره. هرچند به نظر من که مادرشم هنوز خیلی زوده و برای ازدواج کردن کوچیکه. واقعا منو ببخشید. یعنی میگین ما نیایم برای خواستگاری؟ متاسفانه بله منور خانم، بازم معذرت میخوام. خدافظ. آآ این چرا اینطوری کرد؟ ای بابا. خدا جون، فقط همینو کم داشتیم. اوف. خدایا. بیا. دخترم برای داروها خیلی زود نیست؟ بابا جون، باید در مورد یه موضوعی باهاتون حرف بزنم. بیا بشین دخترم. چشات چرا یه جور دیگه شده دخترم؟ نکنه گریه کردی؟ بابا جون، اصلا نمیدونم چطوری بهتون بگم. سعی کردم تو خودم بریزم و نگم. خواستم خودم حلش کنم اما نتونستم. یالچین ناراحتت کرده؟ کاش فقط ناراحتم میکرد. احساس میکنم یه چیز سنگین روی قلبمه بابا. نمیدونم چرا این کارو باهم کرد. بابا جون این حقم نبود. این اصلا حق من نبود بابا. دخترم مگه یالچین چی کار کرده که انقدر ناراحتی؟ خجالت میکشم بهتون بگم بابا جون، اما چاره ای ندارم. یالچین داره به هم خیانت میکنه. چی؟ عزیزم ببینم گوشی تو برداشتی؟ اینم کشت منو با این عزیزم گفتناش. همش هم که با همن مثل این ندید بدیدا. عشقم زود باش. صبح بخیر. سلام صبح بخیر. اول صبحی این همه انرژی حتما یه دلیلی داره، میشه به هم بگین؟ خب عشق با آدم همچین کاریو میکنه دیگه. آره منم وقتی شما رو اینطوری میبینم نمیتونم رو پاهم بایستم، یعنی از خوشحالی. ما هم باید تا میتونیم انرژیمون رو نگه داریم چون قراره ساعتها تو هواپیما باشیم. این یعنی چی؟ جایی میخواین برین؟ آره مگه تو نمیدونستی؟ منو چنار میخواییم ماه عسل بریم مالدیو عزیزم. یعنی چی؟ کی میرین؟ همین امشب. قراره یه تعطیلات عالی داشته باشیم، درست عشقم؟ دقیقا همینطوره. آسین، آسین تو خوبی؟ آسین حواستو جمع کن. طوری چود؟ از چیزی که فکر میکنی بیشتره چنار. آسین صبر کن بذار ببینم پاد چی شد. ای بابا این چرا اینجوری شد؟ بس که حواس پرته دیگه. اوف من برم ببینم حالش خوبه. عزیزم صبر کن، بزرگش نکن دیگه. آسین همیشه همین جوریه. میخوای چی کارش کنی؟ در ضمن زن داداش هم حواسش بهش هست. تو فقط حواست به شوهرت باشه. پس شما اینطور امر میفرمایین؟ خب حالا میخوای چی کار کنی؟ اول باید بریم دنبال کارهای پاسپورت و بلیط و بقیه چیزا. خب چی لازمه بگیرم؟ عزیزم من همه چی رو گرفتم، فقط الان تو رو کم دارم. چطور میتونی دقیق به همه چیز فکر کنی؟ به همه چیز نه، فقط به تو فکر میکنم. خیلی خب بریم. بریم. همه چیزو فهمیدی دیگه؟ آره. چی؟ گفتم همه چیزو کامل فهمیدی؟ آره فهمیدم. همه این حرفاتو دونه به دونه تو ذهنم حک کردم، همشونو بدون هیچ کم و کسری میرم و بهش میگم خیالت جمع. آفرین به تو. گوش کن، هر چیزی که لازم داری تو این هست، مواظبش باش. بچه‌ها فردا بهت زنگ میزنن.
هر جوری که شما بخواین آقا تکی. من بهت اعتماد دارم. منو که ناامید نمی‌کنی نه؟ اصلا نگران نباشین. خیالتون جه. خیلی خوب، این عالیه. پس برو به سلامت. پسر بیا اینجا ببینم. بله رئیس. من این آدم مطمئن لازم دارم. چشم، همین الان میگم بیاد پیشتون. وایسا ببینم کجا داری میری. اگه از شرکت میخواستم خودم ردیفش میکردم. من یکیو میخوام که کسی نشناستش. روی چشم قربان، من یکیو میشناسم که خیلی قابل اعتماده. باشه، بهش بگو بیاد اینجا. همین الان. به من که باور نداری چنار. نتونستی وایسیو به حرفم گوش بدی. ببینم وقتی یکی دیگه بیاد بهت بگه چی کار میکنی. رئیس، من میتونم یکم بشینم استراحت کنم؟ اویکو، تو از کی تا حالا اسم منو فراموش کردی؟ اینقدر خستم که حتی اسم خودمو فراموش کردم. این چه حرفیه؟ هم به عنوان رئیس هم به عنوان دوستم میتونی بری بیرون و با خیال راحت و استراحت کنی. نگران هیچی هم نباش. خیلی ممنونم. خیلی زود برمیگردم. باشه. بفرمایین خانم. اینم از قهوه‌تون. با شیر و یه کمی هم شکر. همونطوری که خسته بودی؟ مرت، این چیه؟ قهوه. منظورم این رفتارته. اصلا معلومه داری چی کار میکنی؟ من فقط برای دوستم که خیلی خسته است قهوه آوردم. انگار من هر چقدر نخوام تو بازم ادامه میدی. آره؟ من که بهت گفتم چرا همش داری به این بازی بی معنا ادامه میدی؟ من از این بازیهات خسته شدم. چه بازی؟ وایسا، وایسا داری کجا میری؟ آروم باش، آروم باش مرد. باز چی شد؟ چی شد ها؟ خودت که دیدی انگار هی میخواد به این جنگ ادامه بده تا منو شکست بده. من که بهت گفته بودم مرد، اون دختره الان اصلا حالش خوب نیست. بهتره تو هم اینقدر بهش فشار نیاری. فقط کافیه بهش پیشنهاد ازدواج بدم و اویکو بله رو به هم بگه. وقتی اویکو بله رو به هم گفت اون وقت همه چی درست میشه. امیدوارم. حداقل تو بخور. اوهو، خوش اومدی شوکت خان. اوه، وقتی به هم میگی شوکت خان حتما یه اتفاقی افتاده. معلومه منو خوب میشناسی. آره خب، بعد از این همه سال بایدم خوب بشناسمت. تو باز چی کار کردی شوکت؟ بگو ببینم به اوز چی گفتی؟ من به اوز چی کار دارم دیگه؟ منم هم دارم همینو میگم. این اوز کیه؟ از کی خواستگار دختر ما شده؟ چرا مامانش زنگ میزنه تا ازم اجازه بگیره شب بیان خواستگاری؟ میشه توضیح بدی؟ وای، این اوزو ببین، من که بهش گفتم نیاز نیست به کسی بگه. حالا زنگ زده که زده، مگه چی شده؟ معلوم هست چی داری میگی شوکت، صحبت از آینده دخترمونه. آه ببین، این دختری که میگی دختر منم هست مگه نه؟ الو؟ الو، لیلا خانم؟ امیدوارم بعد موقع مزاحم نشده باشم. سلام آقا محمود. چند از وقت دارین؟ بله. عالیه. لیلا خانم، دیروز نشد که خیلی حرف بزنیم و کارمون یکم عقب افتاد. منم از این که برنامه هم عقب بیافتن و تو کارم بی نظمی باشه خوشم نمیاد دیگه. واسه همین میخواستم ببینم اگه شما بخواین میتونیم با همی قهوهی بخوریم، در مورد کاروبار صحبت کنیم، چطوره؟ البته اگه شما وقت داشته باشین. من واقعا نمیخوام که مزاحم کارتون بشم. باشه، میتونین تشریف بیارین دفترم. نه، ببینین، من یه نظری دارم. واقعا تو این مدت از تو اتاق موندن خیلی خسته شدم، واسم تکراری شده. واقعا یه هوای تازه اگه بخوریم واسه هر دوتامون بهتره. اگه شما مایل باشین میتونیم بریم با هم یه قراری بذاریم، یه جای خوبی که مد نظر من باشه، یه قهوهی بخوریم، بازکار خودمون رو شروع کنیم دیگه. خب راستش نظر بدی نیست.
خب فوق‌العاده است. خب پس من همین الان واسه‌تون آدرسو میفرستم، باشه؟ اونجا میبینمتون. باشه میبینمتون. پس به امید دیدار. خداحافظ. خداحافظ. وای 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 وای. دیگه چیزی نمونده رو صندلیم بشینم. در مقابل جاذبه محمود هیچ کس نمیتونه دووم بیاره. خیلی خوب. اینم از این. گفتن این حرفا خیلی برام سخته بابا جون، اما چاره دیگه ای برام نمونده. چند بار بهش گفتم اگه به فکر من نیستی به فکر دخترمون باش. آستین نمیتونه اینو تحمل کنه. مردی که یه احمق، آخه چطور تونسته این کارو بکنه؟ اون با زن فداکار و صادقی مثل تو چطور تونسته این کارو بکنه؟ این پسر هیچیش به من نرفته. من چرا همچین بچه‌ای تربیت کردم؟ لعنت به من. بابا جون این تقصیر شما نیست. شاید مشکل از من بوده. حتما من زن خوبی براش نبودم. به هیچ وجه، به هیچ وجه آهو، این تقصیر تو نیست، چون هممون میدونیم که تو چقدر زن خوبی هستی. چند وقت اینا با هم رابطه دارن؟ منم تازه فهمیدم بابا. ماها از من مخفی کرده بودن، اما وقتی هم فهمیدم بهش گفتم به خاطر دخترمون اینو ندیده میگیرم یالچی. کافی بود رابطه‌اش رو باهاش قطع کنه. نمیخواستم تاثیر منفی رو آستین بذاره. فقط دو روز تونست تحمل کنه، بعدش دوباره رفت پیش اون زنی که احمق. دیشبم که اصلا نیومده بود خونه. نمک نشناس، من میدونم باهاش چی کار کنم. بابا جون شما خودتون رو ناراحت نکنید، سلامتی شما از همه چیز برام مهمتره. کاش اینو به شما نمیگفتم. مگه میشه دخترم؟ تو باید به میگفتی. وقتی یه مشکلی هست باید بیایی و به من بگی. ما یه خونواده ایم و باید من خودم این مشکل رو حل کنم. ببین، تو برای من مثل دخترمی، باشه؟ نمیذارم یالچین هر وقت بخواد ناراحتت کنه. بهش نشون میدم که کی هست و چی کار هست. عزیزم، پاسپورت ها رو که گرفتیم، بلیط هامون هم برامون ایمیل میزنن. دیگه همه چیز حاضر حاضره. ببینم هیجان داری؟ آره خیلی، از هیجان دلم میخواد پرواز کنم. یه تعطیلات رویایی منتظرمونه. عزیزم، مهم این نیست که من کجا باشم، فقط کافیه تو کنارم باشی. الان میدونی من چرا انقدر هیجانیم؟ برای اینکه قراره یه هفته با تو تنها باشه. هر جایی که تو باشی اونجا برای من مثل بهشته. با تو من همیشه خوشحالم. چنار، من واقعا خیلی خوشحالم، چون اصلا یادم نمیاد کی رفتم مسافرت. آره دیگه، چون مهمترین بخش کارامون یادمون رفت. چی یادم رفته؟ خرید کردن دیگه. نه چنار، لازم نیست. نه خیر، خیلی هم لازمه. بلند شو بریم. لازم نیست. نه بلند شو بریم که خیلی دیرمون شد. اما چنار، بلند شو یالا بریم. چنار جدی میگم لازم نیست. اعتراضم نداری. خیلی خوب، گفتم که اعتراض قبول نیست. بیا زود باش. آدم بیشور، چطور تونستی این کارو بکنی؟ بفرما. گفته بودم که آهو خانم حملشو کرد. ما منتظر همین بودیم. پس قرار قیامت بشه. الو. بله بابا جون. یالچین تو کجایی؟ بیرونم، یه کار مهم دارم. اون کار مهم تو ول کن و همین الان بیا خونه. ول کردن این کارا به این آسونیام نیست. گفتم همین الان بیا خونه. بی ادب پررو.
سری باشه، ببینم چی میخوای بگی آقا فهمی، ببینم از حرفام خوشت میاد یا نه. ببینم چی میخوای به بابات بگی یالچین. بالاخره مجبور میشی برگردی همینجا، به پامون میفتی و ازمون خواهش میکنی که ببخشیمت، اما غیر ممکنه. مامان دنیزو چنار دارن میرن، خواهش میکنم تو رو خود یه کاری کن. دخترم معلوم هست چی داری میگی، کجا میخوان برن؟ دارم میگم دنیزو چنار دارن میرن، چرا نمیفهمی؟ یعنی چی میخوان از امارت برن؟ اوف تو دیگه خیلی پرتی مامان، اونا میخوان برن ماه عسل. پس درد تو اینه، یعنی میخوای ما الان همه کارامونو ول کنیم و برای اینکه اونا دارن میرن ماه عسل بشینیم و گریه کنیم؟ مامان لازم نیست جلوی من جوری حرف بزنی که انگار اونا از نظر تو هم یه زوج خوشبختن. من نمیذارم برن، خودم جلوشونو میگیرم و نمیذارم به این ماه عسل برن. سین بس کن، دیگه کافیه، نظر دو تا آدم بی ارزش اینقدر رو تاثیر بذارن و حالتو خراب کنن. تو نباید خودتو جلوی بقیه اینقدر ضعیف نشون بدی و خودتو خورد کنی. مامان اینا چه ربطی به هم دارن؟ منظور تو چیه؟ آسین دخترم تو نباید بذاری لهت کنم، اینقدر جلوی اونا خودتو کوچیک نکن، فهمیدی؟ تو اینجوری داری با اونا بیشتر قدرت میدی عزیزم، محکم رو پاهای خودت وایسا و مبارزه کن، مبارزه مامان کن. مامان داری چی کار میکنی؟ ولم کن، دستمو شکستی. معذرت میخوام دخترم، خب وقتی میبینم تو ناراحتی منم بیشتر ناراحت میشم و حالم بد میشه، نمیفهمم دارم چی کار میکنم. نه مامان تو نمیتونی با این بهونه‌های الکی منو گول بزنی، معلومه کسی ناراحتت کرده. ببینم بابام کاری کرده؟ نه عزیزم، این چه ربطی به بابات داره؟ مامان الکی نگو بابا تو اتاق مهمونه، کار داشت زودتر رفت و از این حرفا، خودم شنیدم گفتی دیشب خونه نیومده. چی رو داری ازم پنهون میکنی؟ بگو چی شده؟ مگه من میتونم چیزی رو از تو پنهون کنم؟ نمیدونم، شاید بتونی مامان جون. خب بابات دیشب براش تو شرکتی یه کاری پیش اومد، مجبور شد همونجا بمونه و امروزم چون بیخواب بود تو اتاق مهمونا استراحت کرد. چیزی نیست دخترم، تو نگران نباش. باشه مامان، هر چی تو بگی. من هنوزم حرفم همونه، لطفاً اجازه نده کسی ناراحتت کنه دخترم. آخه ترد ما چنار و دنیز نیست. باشه عزیزم. باشه من فدات بشم دختر عزیزم، تو لایق بهترینای عزیز دلم، هرگز اجازه نمیدم کسی ناراحتت کنه. اگه تو باباشی منم مامانشم، تو نمیتونی اینجور تصمیم‌ها رو تنهایی بگیری شوکت. خب من که هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم. همین که امیدوارش کردی بسه دیگه، وگرنه چرا مامانش به من زنگ بزنه؟ دارم میگم من بهش جواب مثبت ندادم، بعدش هم زنگ زده که زده، مگه چیه؟ تو باید به هم خبر میدادی، نه اینکه با زنگ زدن مامانش اینو بفهمم. زنه به هم زنگ زده میگه میخوایم بیایم شب خواستگاری، من موندم بهش چی بگم؟ جلوش خجالت کشیدم. آره خب آیسل خانومه دیگه، چیکار کنه؟ اون بالا بالاها رو میبینه، نمیتونه اوزو به عنوان دومادش قبول کنه، مگه نه؟ ماما بابا شما میخواین منو شوهر بدین؟ آره؟ نه دخترم، مگه من میذارم؟ اینا همش کارای اون باباته. بابا تو واقعا میخوای من با اون اوز ازدواج کنم؟ نه دخترم اینطور نیست، اوز فقط از من اجازه گرفت. مامانشم وقتی به مامانت زنگ زده سری بهش جواب رد داده. کاش حداقل نظر منم میپرسیدی، واقعا که باورم نمیشه. همینو میخواستی شوکت؟ بس کن دیگه آیسل، در مورد دخترم هم نمیتونم تصمیم بگیرم. با خودم صحبت کرد کم نبود که رفته با بابام هم صحبت کرده. من موندم با مهر چی کار کنم، حالا اینم اضافه شد. امروز خیلی زود رفتی خونه،
حالت خوبه؟ یکم نگرانم. خوب نیستم مرد، خیلی وقته که دیگه خوب نیستم. لیلا خانم سلام، خوش اومدین، بفرمایین. خیلی ممنون. بفرمایین، خواهش میکنم. متشکرم. بفرمایین. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب حالتون چطوره؟ ازتون معذرت میخوام که دیروز باعث ناراحتیتون شدم. مهم نیست، الان بهترم. اینطور میگین اما از چهرهتون خیلی مشخصه که هنوزم مشکلات ادامه داره، نه؟ از دید شما چیزی مخفی نمیمونه. خب دیگه خیلی وقته که داریم با هم کار میکنیم، این چیزها رو بفهمم، چون منم وقتی کسی رو میبینم با یه نگاه میفهمم که تو دلش چیه و چی میخواد بگه. فکر کنم شما هم با پسرتون مشکلاتی دارین؟ بله. حتما خیلی اشتباه بزرگی کرده که تا این حد ازش ناراحتین، نه؟ راستش هنوز نه، اما اگه با اون دختر ازدواج کنه بله. آها، پس پسرتون میخواد با دختری ازدواج کنه که شما قبولش ندارین. موضوع حساسیه، خیلی دقت میخواد. منظورتون چیه؟ خب جوونا همیشه علاقه رو با عشق واقعی قاطی میکنن و این باورشون میشه. وقتی هم یکی بیاد باشون مخالفت کنه، اون وقت اون شخصی جرایی واسه شون چجوری بگم؟ مهمتر میشه، بیشتر رو حرفش پافشاری میکنن. فقط به خاطر اینکه شما اینو نمیخواین، اون بیشتر اونو میخواد. به نظر من این خیلی مزخرفه. درسته، اما متاسفانه واقعیت همینه. فکرشو بکنین، شما برای اینکه ثابت کنین حرف طرف مقابلتون درست نیست، همیشه برعکسشو انجام ندادین؟ انجام دادم. خب حرف منم همینه. کاش تو این موضوع دخالت نمی کردین، چون الان بیشتر از همه شما دارین ضرر میکنین. یعنی اگه بهش فشار نمی آوردین، شاید اونم تا این حد پیش نمی رفت. پس چی کار کنم؟ میگین بذارم با اون دختره ازدواج کنه؟ نه نه نه، فقط میگم بهش کمتر فشار بیارین، مجبورش نکنین. اون پسر شماست، شما بزرگش کردین دیگه، بالاخره متوجه اشتباهش میشه. من مطمئنم برمیگرده، اما یه روز پشیمون میشه. بعدش هم شما فقط باید آرامشتون رو حفظ کنین و آروم باشین. شما راست میگین، انگار کاری راحتی نیست. واقعا معذرت میخوام، انگار زیادی وارد این موضوع شدم دوباره. آره شما رو ناراحت کردم. نه این تقصیر شما نیست. خیلی خوب، پس بهتر اول قهوه‌مون رو بخوریم، بعدش برسیم به کارمون، چطوره؟ خوبه. عالیه. یه لحظه بیا. عزیزم به نظر من این قرمزه خیلی بهت میاد. آره خیلی قشنگه، اما من کلی خرید کردم، لازم نیست. یکی دیگه هم میگیریم مگه چیه؟ عشقمو به اندازه ای کافی خرید کردی؟ جدی میگم لازم نیست. ببین دستم دیگه درد گرفته، بسه دیگه. نگران نباش، من خودم برات میبرمشون، خوبه؟ پس من میرم اونور ببینم، زود برمیگردم. باشه. هر چقدر اعتراض کنی بیفایده است، من باید اینو برات بخرم. ببخشید این قیمتش چنده؟ میتونیم بیایم تو؟ بیا. کسی که میگم ایشونه. بیا بشین اینجا. ایشون همه چیزو بهتون گفتن؟ بله قربان، گفته همه چیزو میدونم، نگران نباشی. خیلی خوب. اول میری اینا رو میدی به آقا چنار، بعدش هم زود برمیگردی اینجا و پولتو میگیری. چشم آقا. خیلی مواظب باش، جلب توجه نمی کنی. حتما. چاره دیگه ای برام نذاشتی چنار. من باید این واقعیتو هر جوری که شده بهت میگفتم. آیا
عزیزم، انگار همه یه ترکیه رو گشتیم، مردم از خستگی، با هم درد گرفته. من یه ماساژر خیلی خوب میشناسم. حتما اسمشم با چه شروع میشه و با ر تموم میشه. به اندازه زیباییت باهوشم هستی عشقم. تو برو تو اتاق، منم الان میام، باید ماساژم بدی، خیلی خسته شدم. باشه، منتظرت هستم. زودی میام. ببینم از این خوشت میاد یا نه. سوزان خانم، شما این؟ من فکر کردم چناره. ببخشید، منم دنبال آقا چنار میگشتم، یکی اینو آورده گفت بدم به ایشون. باشه، من بهش میدم، نگران نباشی. خیلی ممنون، پس منم میرم به کارم. خسته نباشی. این دیگه چیه؟ یه واقعیت مهمه خونوادگی، این یعنی چی؟ خیلی جالبه. بلیتی که فرستادین رو دیدم، اما یه اشتباهی پیش اومده. بله بله، من بلیت ویژه خواسته بودم. باشه، دوباره چکش کنیم. شماره کارتم؟ یه لحظه صبر کنین، الان میفرستم. عزیزم، عشقم، کجا میری؟ کیفم رو تو ماشین جا گذاشتم، میرم بیارمش. باشه. الو، هنوز پشت خطی؟ خوب شد اینو ندید. خدای من، احساس میکنم این موضوع چنارو ناراحت میکنه. بذار بخونم ببینم چیه. این عکس بچگی چناره. درست نیست اینو باز کنم. آقا چنار، ما سال هاست که دنبال شما میگردیم. به شما دروغ بزرگی گفتن، واقعیت رو از شما پنهون کردن. من همه چی رو در مورد خانواده شما میدونم و میخوام قبل از مرگم همه چی رو به شما بگم. آدرسم براتون نوشتم، خواهشن بیاین تا بهتون بگم.